سلام به همه شما بیننده های عزیز، امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. همونجور که قول داده بودم تصمیم گرفتم که هفته یک بار از پزشک متخصص دعوت کنم که هم مشاوره‌ای برای شما باشه و هم به سوالات پزشکی شما جواب بدن. خیلی خوشبختم، اول از همه سلام میکنم خدمت دکتر حسین سردارزاده و خوشحالم که این افتخار رو به ما دادن که در خدمتشون باشیم. با عرض سلام خدمت همگی شما و بینندگان عزیز، من در خدمتون هستم. هر نوع سوالی در ارتباط با مسائل مربوط به اطفال، چه نوزادان و چه غیره داشته باشید، من در خدمتون هستم. این مژده رو باید بدم که پزشک اولین دوره برنامه ما آقای حسین سردارزاده متخصص اطفال هستند، دارای فوق تخصص نوزادان و بورد تخصصی اطفال در خدمتشون هستیم. امیدوارم که هم مشاوره باشه، هم خیلی میدونم خیلی از سوالات شما رو میتونن پاسخ بدن. برای شروع اول برنامه من یه سری سوالایی که حالا هم تو ذهن خودم بوده هم از دوست و آشنا پرسیدم ازتون میپرسم، ممنون میشم که با ما همکاری کنید. ولی در طی برنامه‌های بعدی دوستان عزیز، دوست دارم که شما هم ایمیل بزنید به آدرس برنامه، هر سوالی که دارید در مورد کودکان نوزادان بپرسید که ما خواهش کنیم که از آقای دکتر جوابگو باشن. خب آقای دکتر، اول اگر اشکالی نداره یه کوتاه از بیوگرافی خودتون میخواستم بپرسم که بیننده های عزیز بیشتر باهاتون آشنا بشن، بعد سوالا رو شروع کنیم. میخواستم بدونم که خب میدونم که شما 23 سال سابقه تدریس توی دانشگاه دارید، 37 سال سابقه کار رو دارید، فقط اگر ممکنه کوتاه توضیح بدید که چه دانشگاهی تدریس داشتید و کجا دوره تحصیلتون رو داشتید؟ من بعد از اینکه دوره دبیرستان رو تمام کردم به انگلیس رفتم و دوره دبیرستان و پیشپزشکی رو در انگلیس دیدم. بعد از اون به دلایلی به ایران برگشتم و موندنی شدم و دوره 7 ساله تخصصی پزشکی رو در دانشگاه پهلوی سابق یا شیراز فعلی که وابسته به دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا بود تموم کردم. بعد از اون یک امتحانی بود به نام ECFMG دادیم و وارد کشور آمریکا شدیم. دوره تخصصی اطفال رو در دانشگاه تولین در ایالت لوئیزیانا که در شهری بود به نام نیورلن اونجا تمام کردیم و سپس به کالیفرنیا رفتم و دوره فوق تخصص نوزادان رو در دانشگاه کالیفرنیا به اتمام رسوندم. بعد از اون بلافاصله من به ایران برگشتم و استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران شدم و مدت 23 سال در اونجا مشغول تدریس در دانشکده پزشکی بودیم و بعد از اون هم در کیش توسط بیمارستان کیش دعوت شدم و مدت 3 سال مسئول آموزش پزشکی اون بیمارستان بودم و مسئولیت بخش اطفالم به عهده داشتم و یکی دو سال بعد وارد دو امارات شدم و الان مدت 5 سال هست که در امارات مشغول به ویزیت بیماران کودکان هستم و الانم که در خدمتون هستم. خیلی خوشحالیم، چه سابقه پربار و درخشانی و امیدواریم که ما بتونیم از تجربیات شما استفاده کنیم. خیلی متشکرم، مرسی، در خدمتتون هستم. فکر میکنم اولین سوالی که برای همه پیش میاد آقای دکتر اینه که وقتی که مادر میخواد زایمان کنه، قبل از زایمان همیشه یه نگرانی هایی رو داره. وقتی که بچه دنیا میاد میخواد ببینه که خب چه جوری باید ازش نگهداری بکنه، کاری نکنه که اشتباه باشه، که یه وقتی خدای نکرده مریض نشه. اگه ممکنه در مورد نگرانی های مادر در بعد به تولد اولی توضیحی بدید ممنون میشه. ببینید، من یاد دوره رزیدنسی یا تخصصم میندازید، فوق تخصصم میندازید. ما یکی از وظایفی داشتیم در بیمارستان در دانشگاه کالیفرنیا این بود که مادری که نوزادش رو متولد میکنه بعد از یکی دو روز که میخواد مرخص بشه، ما وظیفه داشتیم که
به بالین این مادر بریم و تمام اون چیزایی که ممکنه امروز ما مورد بحث قرار بدیم با در مورد این مسائل با ایشون صحبت بکنیم. بنابراین من حس میکردم اون موقع هم که خیلی از مشکلات مادر و سوالاتی که در ذهنش بود با اتمام صحبت من به پایان میرسید. اینه که این مسائل خیلی کمک کننده است و البته مهمترین اینها نوع تغذیه نوزاده. البته وقتی میگیم نوزاد یعنی از موقعی است که بچه متولد میشه به دنیا میاد تا سن یک ماهگی. این دوره نوزادی هست که خاص خودشه و اکثر مشکلات که در این رشته شما میبینید جنبه اورژانس داره. به همین دلیله که از سال 1970 و فکر کنم 4 یا 5 بود در آمریکا اصلا این رشته از سایر رشته های اطفال جدا شد. حالا گفتم خیلی مسائل است که انشاءالله و فرصتی است که وارد بحثش بشیم، ولی باید یا معمولا ما سعی میکنیم به عنوان یه طبیب اطفال حتی قبل از اینکه مادر نوزاد رو متولد بکنه، قبل از زایمان بریم با مادر یه احوالپرسی بکنیم به عنوان متخصص اطفال. چرا؟ برای اینکه همین متخصص اطفال در بیمارستان باید بره از بچه این مادر در اتاق زایمان نگهداری کنه، کارهای لازم، برای اینکه خیلی از اوقات با مشکلات این بچه مثلا تنفس نفس میکشه و گرفتاری هایی هست. بنابراین آرامش خاطره و گاهی اوقات هم که در زایمان طبیعی چشم مادر بازه، قشنگ داره همه چیز رو میبینه و یک دفعه یک آدم غریبه رو اونجا نمیبینه، میبینه این آقا همون دکتری هست که قبلا باش صحبت کرده. بنابراین آشنایی با این مادر خیلی مهمه، به خصوص این که متخصص اطفال پرونده این مادر رو مورد بررسی قرار میده، ببینه چه بیماری، چه نوع گروه خونی یا چه مشکلاتی هست، برای اینکه این مادر هر نوع مشکلاتی داشته باشه ممکنه در این نوزاد اثری گذاشته باشه و دونستن این مشکلات مهمه برای یک درمان سریع. و باز یه علت دیگه که بایستی که مادر را حتما ملاقات قبل از اینکه نوزاد متولد بشه اینه که اگر این مادر زایمانش به طور طبیعی باشه، بهترین زمانی که باید شیر مادر رو از طریق نوک پستان بمکه بلافاصله بعد از تولده، یعنی در حالی که مادر خوابیده نوزاد متولد شده، بعد از یکی دو سه دقیقه یا پنج دقیقه این نوزاد رو روی سینه مادر میخوابونن. اتفاقا همین رو میخواستم بپرسم، کی میتونه این نوزاد شروع کنه شیر خوردن؟ بلافاصله از همون لحظه، بلافاصله بعد از تولد. بعد از تولد اگه سزارین باشه چطور؟ اگر سزارین باشه، خب میدونید در سزارین معمولا بیهوشی جنرال میدن و مادر مشکلاتی از نظر دریافت دارو داره. زمانی که معمولا ما توصیه میکنیم بین 4 تا 6 ساعت بعد از زایمان هست، اگر حال مادر اجازه بده. اکثرا اجازه میده حال مادر بعد از 4 تا 6 ساعت، ولی گاهی اوقات هنوز مادر به علت داروهایی که دریافت کرده یه مقداری سرگیجه، یه داره خواب آلوده، میشه یه مقداری به حساب صبر کرد. ولی این رو باید یادمون باشه که بلافاصله بعد از تولد در یک زایمان طبیعی همون چند مکی که نوزاد به نوک سینه مادر میزنه در افزایش شیر مادر اثر بسیار مهمی داره. این یه مسئله است. و در ضمن اون مادر باید بدونه که هیچ شیری چه برای نوزاد به موقع متولد شده که اصطلاحا میگیم ترم، چه نوزاد نارس و حتی نوزادایی که بیمار هستن، هیچ شیری بهتر از شیر مادر نیست، به علت اینکه موادی داره که اصطلاحا ما میگیم ایمونوگلوبولین که در دفاع بچه در مقابل بیماری ها موثره، به خصوص مقدار زیاد ایمونوگلوبولین A در این هست، گلوله‌های سفیدش بالاست، ثابت شده الان دیگه بچه که روی شیر مادره در مقایسه با بچه‌ها که شیر خوش می‌خورن کمتر عفونت‌های تنفسی، کمتر عفونت‌های جهاز هاضمه، کمتر اگزما، کمتر آسم و خیلی از مسائل دیگه هست که در بچه که شیر مادر رو می‌خوره به مراتب کمتره. البته
ببخشید در مورد اونایی که سزارین هستن و میگه 4 تا 6 ساعت بعد باید شیر رو شروع کنن، توی اون چند ساعت اول مورد نیست که گرسنه باشن؟ نیازی نداره بچه تو اون چند ساعت اول؟ ببینید زمانی که من جوان بودم، الانم زیاد پیر نیستم، زمانی که من جوان بودم میگفتن 24 ساعت نوزاد میتونه چیزی نخوره که یه چیز طولانی بود. بعد فکر کنم این 24 ساعت شد 4 ساعت که بازم فکر کردن زیاده. به همین دلیل ما میگیم شیر مادر رو بلافاصله، یعنی هر چی زودتر شروع کنه بهتره. حالا اگر بچه گرسنه‌اش بود، فرض کن از طریق سزارین متولد شده، میشه یه مقداری شیرهای به حساب هست که به صورت فرمولا معروفه یا شیر خشک از درست کرد، تا این 3 4 ساعت بگذره و بعد شیر مادر رو شروع کنه. ولی یه چیز باید یادمون باشه که شیر خوش گولزنک هم خوشمزه تر از شیر مادره، هم راحت تر. اینه که اگر شیر خوش رو ادامه بدید، نوزاد یا اون طفل چون مزه شیر خوش بهتر هست، تمایل داره به طرف شیر خوش بره و دیگه ممکنه شیر مادر رو نگیره. البته بعضیا همینو میگن، میگن که نگرفت یا نخواست شیر داشتم نخورد، بخاطر این بوده، شاید اونو تست کرد. البته این اشتباهی هست که متاسفانه هم مادران میکنن، هم بعضی از کسایی که دست اندر کار پزشکی هستن. ببینید برای مثال بهتون میگم، فرض کنید مادری نوزادش متولد شده، حالا یا سزارین یا نمیدونم زایمان طبیعی، شیر مادر توی بین 1 هفته تا 10 روز و حتی تا 2 هفته کمه، ولی غلیظه، زرد رنگه. همین شیر غلیظ و زرد رنگ شاید یه قطرش به اندازه خاصیتش به اندازه نصف لیوان شیر دیگر مادر باشه. بعد چون که از نظر حجم کمتره، مادرها فکر میکنن خب شیرش کمه، پس بهتره بچه‌م گرسنه نمونه و شیر خوش رو بدم. یا حتی متاسفانه یه چنین چیزی من دیدم توصیه میشه توسط کسایی که در امور پزشکی دست اندر کار هستن. نه، اصلا چنین چیزی بحثی نیست. همین شیر خاصیتش خیلی زیاده و میتونه ادامه پیدا کنه، مگر اینکه واقعا مقدار این شیر که اصطلاحاً به اون میگیم کلسترول واقعا کم باشه. بنابراین ما ترجیح میدیم که بچه رو آماده نگه داریم برای شیر پستان، که اون طرز شیر دادن و شیر خوردن و خیلی از مسائلش که اگر فرصت بشه وارد اون خواهیم شد. حتما حتما. چه نکته جالبی بود، چون اینو من خیلی شنیدم که معمولا میگن که خب حالا شیرم کم بوده، یا به قول شما میگه تا 1-2 هفته اول، به خصوص در هفته اول. بله، بعد اینجوری عادت میکنه بچه به شیر خشک و دیگه همین شیر کلسترول یا شیر با هفته اول مقدار زیادی پروتئین داره، مقدار زیادی فسفولیپید داره، مقدار زیادی سلول های دفاعی داره، مقدار زیادی ایمونوگلوبین آی جی ای داره. اینه که من فکر میکنم که حداقلش در صورت که چنین مسئله پیش بیاد، خانمی که نوزادش تازه متولد شده میتونه با یه پزشک متخصص اطفال مشورت بکنه. خب این نکته خیلی مهمی بود که من فکر میکنم همه دوست داشتن اینو بشنون. بله. مرسی از توضیحات شما. آشمان. در مورد شیر کودک فکر میکنید که تا چه دوره‌ای باید اینو مصرف بکنه؟ چه مدت لازمه که حالا چه شیر مادر باشه ترجیحاً یا شیر خشک، چه دوره‌ای رو باید مصرف کنه کودک؟ ببینید در 6 ماه اول نوزاد یا شیرخوار هیچی جز شیر نمیخواد. تا 6 ماه فقط. تا 6 ماه. حالا بعضیا فکر میکنن که خب به دلایل نوزاد گرسنه شه، پس بیایم نمیدونم سوپ بهش بدیم، سریال بهش بدیم و از این جور چیزا. ولی باید یادآوری بکنم اگر قبل از 4 ماهگی به هر نوزادی چیزی به جز شیر دادید، رشد اون عقب گرد میکنه. چون روده آمادگی اون رو نداره، روده قابلیت جذب چیزای دیگر رو نداره و حتی این تاثیرگذار هست برای رشد بعدی. بعد از 6 ماه باز شیر مادره. البته عقاید مختلفه، بعضی میگن شیر مادر تا 1 سالگی، بعضی حتی تا 2 سالگی. اون چیزی که خود من انتخاب میکنم در تمام طول 1 سال اول شیر مادر داد و بایستی داده بشه،
در سال دوم مورد بحث است. من با مادر صحبت میکنم، اگه تمایل داره حداقل تا 6 ماه دیگه هم شیر خودشو بده، اگه نداره توصیه های دیگه براش میکنم. پس یک سال اول شما ضروری میدونید که شیر مادر رو مصرف کنه. حالا بعد از یک سال باز بستگی داره که میتونه مکمل داشته باشه یا اینکه البته در سال دوم میتونه هم شیر خودشو بده، شیر مادر نوزاد بگیره یا شیر سینه رو به نوزادش بده و هم شیر خشک رو. مهم سال اوله. بعد از 6 ماه میتونه مکمل داشته باشه؟ غذاهای تکمیلی رو معمولا ما بعد از 6 ماهگی شروع میکنیم، مگر اینکه احساس کنیم که این بچه رشد کافی رو نداره. در این صورت ممکنه حتی 5 ماهگی یا حتی کمی زودتر هم این غذاهای کمکی رو بدیم. ولی در یک نوزادی که به موقع متولد شده و رشد جسمیش به خصوص، یعنی وزن و قد دور سرش که ما روی منحنی میذاریم نرمال هست، ما معمولا بعد از 6 ماهگی شروع میکنیم. البته تا یادم نرفته یه چیزم بگم، الان آکادمی کودکان آمریکا توصیه میکنه که ویتامین دی از روز اول تولد تا 20 سالگی، که بستگی به سن از 400 واحد شروع میشه در روز. چرا؟ برای اینکه زمان فرق کرده. الان شما در خیلی از جاهای دنیا هست که به علت مشکلاتی که به حساب گرفتن آفتاب یا لخ شدن داره، ویتامین دی کافی به بدن بچه ها نمیرسه و هر روزه مقالاتی میاد جلو که نشون میده که چقدر این ویتامین دی برای رشد نه تنها جسمی، نه تنها استخونسازی، بلکه برای رشد عقلی بچه ها، برای خونسازی، حتی برای یادگیری بچه ها لازمه. من برای نمونه خودم رو مثال میزنم، البته من بچه نیستم، ولی به هر حال من به این فکر افتادم که ویتامین دی خودم رو اندازه بگیرم. دیدم کمترین مقداری هست از نظر در مقایسه با نرمال، لول نرمال، که من مجبور شدم 8 هفته ویتامین دی بخورم. و این مسئله به نظر من به خصوص برای شیرخواران خیلی مهمه. پس شما از نوزادگی، یعنی از بعد از 1 ماه یا از بعد نه از نه از همون هفته اول بایستی ویتامین دی شروع بشه. بعد از 6 ماهگی باز ویتامین دی، منتها آهن هم اضافه میکنیم. چرا؟ برای اینکه در 6 ماه دوم سال اول چون رشد سریعه و به خصوص شیر مادر با تمام خوبی هایی که داره، چون ما همه چیز خوب که پیدا نمیکنیم، شیر مادر بهترین شیره، هیچ چیزی قابل مقایسه باش نیست، ولی چند تا چیز هست که کم داره. یکی آهن، بنابراین نوزاد ممکنه اونی که فقط شیر مادر رو میخوره کمخونی فقر آهن پیدا کنه. بنابراین در ویتامین دی که ما میدیم آهن هم همراهش هست بعد از 6 ماهگی. ویتامین سی شیر مادر باز کم هست. اینه که به این مسئله بایش دقت کرد. البته اینا رو همه توجه کنن که خودشون این کارو نکنن، یعنی با پزشک مراجعه کنن و دوزی که باید مصرف بشه در نظر بگیرن. چون دوزای مختلف تو دارو خونه هست که به مشکل بر نخورن.